سفنجم کجاست؟ خواب بد دیدین؟ دادش من تاری شده؟ باید با خودم ببرمش، اون خیلی چیزا میدونه. ببین کجا پیداش کردم خدا، کی فکر میکرد تو این کوه کمر بالاخره یه سر نخ پیدا کنم، اونم بعد از 2 سال. کیا میگین؟ اون میدونه برادرم کجاست، باید ببرمش هر قیمتی که شده. باید همون موقع که تو دوربین دیدمش میشناختمش، ولی مهم نیست، مهم اینه که بالاخره پیداش کردم. جان سرون، من اصلا از حرفاتون سردرد میارم. نمیتونی سردر بیاری چون برات پیش نیومده. پیش نیومده کسی که برات هم برادر بوده، هم پدر، هم معلم بوده، هم رفیق، کسی که تو رو بزرگت کرده، تو رو به همه جا رسونده، کسی که تو زندگیت به هر چیزی که نگاه کنی جای پای اونو ببینی، یهو گم بشه، مثل آب توی زمین فرو بره. 2 سال دنبالش نگشتی، به هر خراب شده ای سر نزدی، هر شب خوابشو ندیدی، مادرت تو رو به چشم مقصر گم شدن اون نگاه نکرده. تو نبایدم بفهمی. حالا اون که اون پایینه، که حتی از یادت هم رفته بود، همه چیزو میدونه. اون باید به من بگه چرا با برادرم یه دفعه غیبشون زد. ممکنه من خیلی چیزا رو نفهمم، ولی اینو میفهمم که ما 2 نفریم و اونا 15 نفر. این خلبان و موزی هم رو دستمونی که هر کلکی بتونه میزنه تا از دستمون فرار کنه. با این وضع ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه سعی کنیم برگردیم. کی گفته تو بیای؟ من خودم باید اونو بگیرم. تنها؟ ولی شما قبل از اینکه بتونین چیزی بفهمین کشته میشین. بدنتون رو سوراخ سوراخ میکنن، فرصت هیچ کاری بهتون نمیدن. همونطور که به مصطفی ندادن، به اون تکابر بیچاره ندادن، همونطور که خلبان کبرا رو روی هوا زدن. ممکنه، ولی ترجیح میدم بمیرم و دیگه تو سیاهی این راز دست و پا نزنم. ولی من نمیتونم بذارم شما تنها برید اونجا و کشته بشین. به تو مربوط نیست، به هیچ کس مربوط نیست. این مسئله منه و اون. ولی جان سروان، تو همین الان برگرد، اون خلبان بردار، برو به جایی که میگی سقوط کرده. هلیکوپترها تو اصل میان دنبالت. گوله سوراخ سوراخت کنم، ولی نکردم چون زنده میخواستمت. منو زنده میخواستی؟ واسه چی؟ برای اینکه 2 ساله دارم دنبال یه نفر میکردم، کسی که قبل از گم شدن زیاد دوره برش میپلکه. زنه تو؟ برادرم غلام حسین یاوری. یاوری؟ نمیخواد بگی اونو نمیشناسی. اینقدر تو رو با اون دیدم که همچین دروغایی رو باور نمی کنم. خودم مثل کارات مزخرفه. اینم یکی از ایوان. ولی من همچین کسی رو نمیشناسم. را بیاف آقای مختار. این اسم رو دیگه از کجا پیدا کردی؟ از تو گواهی نامت. برو یالا. من همچین کسی رو نمیشناسم. تو اشتباه میکنی. برو اینا. گفت اسمش چی بود یاوری؟ یالا. مسخره بازی در رایان، بلند شو. گفتم بلند شو، بلند شو. گفتی از من چی میخوای؟ برادرمو. سرگارد یاوری، همونی که قد بلندی داشت. درسته، همونی که سیناشو جلو میداد. بس اونو میشناسی؟ آره، خیلی خوبم میشناسم و میدونم الان کدوم قبرستونیه. بگو کجاست، از همینجا برو دنبال کارت. جدی؟ تنها کاری که من دارم جویدن خرخره تو. از کدوم طرف؟ من راجع به تو چیزای زیادی میدونم. وقتی فهمیدم زیر پای برادرم نشستی، تعقیبت کردم، خونه تو یاد گرفتم. اما قبل از اینکه از کارت سر در بیارم، فرستادنم ماموریت. وقتی برگشتم پرونده قبل از انقلابتو پیدا کردم، خیلی سیاه بود. راه انداختن چماغدارا، سرکوب تظاهرات مردم، تعقیب سربازای فراری، اینا رو واسه برادرم گفتم. ولی از فرداش اون گم شد. هر کجا که به فکرم رسید دنبالش رفتم، حتی اومدم در خونت. اونجا بود که فهمیدم تو هم تو همون تاریخ گم و گور شدی. دقیقا همینطوره. اون کجاست؟ چرا باید بگم؟ چون پسرمو کشتی؟ پسر تو؟ اگه اسدو نمی کشتی شاید باد کنار می آمدم، ولی حالا دیگه امکان نداره. دشمنی یه آدابی داره که هر کسی باید خوب برد باشه. اون هر کی بود من از پشت زد. اگه به جای دستم به قلبم زده بود الان مرده بودم. اون دستش لرزی چون من باهات بودم. دفعه پیش درست به هدف میزد. اونو خودم آموزشش داده بودم و به خاطر اون چیزی رو که میخوای بهت نمیگم.
چرا؟ ای اونو زنده میکنه؟ زنده نمیکنه، ولی تو رو میکشه. اینجا نگی، تو زندان مجبور بشی بگی. انقدر زنده نگرت میدارن تا حقیقتو بگی. زندان؟ میشه بگی چجوری میخوای منو ببری زندان؟ برای اینکه خیالت راحت بشه میگم. ساعت 5 درست پشت اون تپه ها هلیکوپترها میان دنبالمون. جدن با برادر زمین تا آسمون فرق داری. هی فهمه که به تو بگن. تو خیال میکنی رفقای من میذارن پای شما به هلیکوپتر برسه؟ میذارن یه هلیکوپتر جرأت کنه روی زمین بشینه؟ شب که تو سلول تنها موندی خودت به عرضه رفقات میخندی، ولی میتونی بگی برادرم کجاست تا یه جوری با هم کنار. نه، این حرف آخرته؟ تو اگه بتونی منو با خودت ببری و اگه مجبورن کنن هر چیزی رو که میدونم بهت بگم، مطمئن باش این یکی رو نمیگم. به حرفش میارم، اون همه چیزو میدونه ولی حاضر نیست یک کلمم حرف بزنه. من از کجا میدونستم تو این هیروویر پسرش کشته میشه و اون سر قوز میفته؟ بهتر نیست این مسئله رو بذاریم برای بعد؟ یواش یواش باید راه بیفتیم. یه چیزی تو دلم داره به هم میگه، اگه اینجا چیزی نگفت هیچ وقت زبون باز نمی کنه. معلوم نیست زد انقلابا بذارن پامون به هلیکوپتر برسه. اونا دیگه نمیتونن کاری بکنن، فقط دوست هستن. بلند شو. این از اون جاهاست که مرگ و زندگی آدم دست خودشه. کم پیش میاد که مرگ به شور عقیده داشته باشه. تو هم برادرت گم شده اومدی سراغ من؟ بلنش. بگو برادر جناب سروان کجاست؟ از همینجا برو پیکارت. برو نمیشتاسم که شفاعتتو قبول کنم. برات برسه پایگاه دیگه از جناب سروان کاری بر نمیاد. اینجا هیچ غلطی نمیتونه بکنم. من اگه جای اون بودم قید همه چیز میزدم و یه گوله تو ماخت خالی میکردم. عرصه این کارا رو ندارید. تمام جناب سروان. منم کن یاوری کلام حسین یاوری مثل تو یه دنده بود، اونا کشتن، هیچ وقت با ما نبود، چلک میزن، میخواست ما رو گیر بندازه، اونا کشتن، داره کشتمش، خاکش کردی، با اسد خاکش کردی، جرم میکشتن، میکشتن، میکشتن میبره جر و بلا
دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، یاد امام و دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، یاد امام و وقتی که از خواب پا میشه میره یه گوشه میشینه آلبومشو با میکنه خوب میدونم گذشتشو با اونا پیدا میکنه با اونا نجوا میکنه درد و دل این روزاشو با اونا نجوا میکنه با اونا نجوا میکنه یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا دلو میبره کرب و بلا میگم بابا اینا چی هست چه با لباس خاکی هست اما هزار تا کهکشون سر تا سر هفت آسمون مونده به زیر پرشون مونده به زیر پرشون آه میگه پسرم نور دلم با به گلم همه حاصلم الهی هیچ مسافری از رفیقاش جانمه تو هم دعا کن که بابا قریب و تنها بعد امام و شهدا زیاد تو دنیا نمونه زیاد تو دنیا نمونه اینا تو آسمون من ستاره های سحرن به جون تو برای من عزیزتر از برادرن عزیزتر از برادرم به کی بگم چجور بگم بعضی هاشون تو بیداری بعضی هاشون تو رویاها جلوه مولا رو دیدن جذبه آقا رو دیدن یاد امام و شهدا کل جبه ها اسم شلم چک میاد اسم شلم چک میاد چه سریه چه رازیه باری برف روخته میشی مثل
نشم سوخته میشی پسرم ای پسرم نمک نظر بازم به زخم دیگرم سر تا سر جبه همش جور تجلی خدا بود به خدا آخر دنیا بود به خدا کرب و بلا بود به خدا کرب و بلا بود به خدا حضرت زهرای بتول با این که مانو جرشی حضرت زهرای بتول با این که مانو کرشیم مادر ما بود به خدا مادر ما بود به خدا اما میون جبه ها شلم که بیشتر از همه گرفته بوی فاطمه گرفته بوی فاطمه گرفته بوی فاطمه شب حمله هم همه بود روی لبا زمزمه بود که تو دلا باهمه بود دوا سر سربنده یا فاطمه بود دوا سر سربنده یا فاطمه بود دوا سر سربنده یا فاطمه بود ذکر لبا وقتی که یا زهرا میشد همه گره هامون با میشد همه گره هامون با میشد یاد امام و شهدا دلو میبره مسجدی بود بیریا بود با صفا بود با خدا بود یه شب توی میدون مین آخر به آرزوش رسید ترکشای خم پاره ها هر دو تا دستا که میبینی اهل نظر بود به خدا مرد سحر بود به خدا مرد خطر بود به خدا یه شب توی میدونمی دیدم بی سر بود به خدا مرد خطر بود به خدا این رفیقم که میبینی انیس و یار و یاورم عزیزتر از برادرم درست برای بولم نصیب این شستم بعد پدرش پدرش بود بیست من میدم بیر دمین ده بگیر دمین شیری باید بگیر من معنیش نه هستم گفت نه نه دیگم بعد بعدا دمین نشه شد همیشه بیستم بیستم میدارم دمین میگیردم نزش می‌داشت خیلی مرکی از اولا کلکی بود از ماده چیز از اون گونه می‌داشت دکتر بود بودن دکتر زاره ادی ریزمیز بود دکتر بود خیلی کوچیک بود تو این بین کوچیکی دکتره تو کوچیک تو ریزی بود بعد دندان محسن برگشتیم ترشه اینقدر ترشه هم نه برای گیده نهی دنده نهید خیلی ناسین می‌گشید خدا شاید نهید خیلی ناسین می‌گشید این نوید بهم نازینش مهند بهم بچه های نوید خیلی دوست داشت مثلا رزا رو بینجا رزا این یا رو بلو با خودش
هزار بالای پایش میخوابون رزبانه میابود یه دیگه من یه نایی نمیداری من کنگور دارم رزبانه میاره اینجا اما چگاه کنم اینه یه روز آورد اینجا درز داره گذاشته پیش صابخانه صابخانه ای آورد اینجا من سر چیز بود گفتم بگه بایی جان این بار بالا دکم بابا این نایی نمیداری من درز دارم بهر فتح کربلا با کاروان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح ای بسیج قلب کف ای رسفا ای بسیج جان به کف ای رسفا عاشق بیدار و دل ای جان مسا مجده فتح و ظفر را کن شعار مجده فتح و ظفر را کن شعار غم خور هرگز صفاه عاشقان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح کربلا با کاروان بهر فتح کربلا با کاروان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح یا حسین روز دوم رزم تن با خصم جنگ افروز دوم حسم صافی بی نظر در بحر خون تهنیت بادا شما را ای گوشم تهنیت بادا شما را ای گوشم مفتخر روح خدا بر سالکان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح وقت پیکار و نبرد و حرکتم صد ها پیروزی نشان عزتم کربلا در انتظار زائران کربلا در انتظار زائران بهر فتح بهر فتح کربلا با کاروان بهر فتح کربلا با کاروان می رود این لشکر از مازندران بهر شهرها پر ول ول شد زین صفا
نگنگ مها گشته یا بار دیگر رزم ما همراه خیل عظیم ره روان می رود این لشکر از مازندران بهر تست شهیدان بسته این پیمان جنگ سازش ما با عدو حد سامن بر زمین هرگز نمی ماند توفنگ بهر نابودی دشمن بیامان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح اکنون می زبان می رود این لشکر از مازندران بهر فتح